درود بسیار فراوان به شما بینندگان عزیز تلویزیون تایم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. من ربکا هستم و یک بار دیگر با برنامه از 911 Entertainment TV شو مهمان خانه شما عزیزان گل هستیم. امروز هلن عزیز رو در کنار خودم دارم. هلن جان به برنامه 911 Entertainment TV شو و همچنین تلویزیون تایم خوش آمدین. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون، مرسی از دعوتتون. خواهش ربکا عزیز، من تعریفتون خیلی شنیده بودم، یعنی این چند وقت اخیر از شما خیلی تعریف کردن و خیلی مشتاق دیدار شما بودم. مرسی که تشریف آوردین. ماشاءالله دوستان عزیز، هلن جان اونقدر سر شلوغه که اصلا وقت نمی کنیم که ایشونو ببینیم، یا هر وقت دعوت می کنیم نمیشد، فرصت نمیشد، ولی بالاخره پس از مدت ها تونستم شما رو توی این برنامه داشته باشم. And I'm really happy that I have you here today. Thank you. چند وقته؟ فکر کنم دو سه ماهیه که با منیجر شما در کانتکت هستم، هی میگم کی میان کی میشه، بعد همیشه میگن هلن جان بیزیه خلاصه we tracked you down this time literally. شما همیشه بیزین، البته خب میدونم که تمام الان زیاد تلویزیون ها رو چیز نمیگم، ولی دو سه تا تلویزیون هست که واقعا خیلی بیزی هستن و بعد منم که خب خیلی وقت تلویزیون نبودم، بعد گفتم که باید یه چی میگن یه خوراکی چیزی به قول معروف داشته باشم بعد بیاد تلویزیون دیگه. الان با کارهای جدید و اینا میدونم که کارهای بسیار جدید و زیادی در راه داری که یکی از یکی زیباتر، و تازه میوزیک ویدیوی جدیدتون به نام عادت بود که به بازار ارائه دادین، درسته؟ بله. میشه در مورد موزیک ویدیو یکم برای ما صحبت کنیم و همچنین بینندگانمون لطفاً؟ بله، من این اولا که این آهنگو که از بچه های ایران همینجور پشت سر هم آهنگ و شعر و اینا، خیلی واقعا من دیگه نمیدونم نمیرسم روزی چند تا شعر میاد بسد؟ از روزی که نمیدونم، من کتاب شعر کتاب میاد برای جدی؟ واو، کتاب و آهنگ. واقعا اصلا الان من حدود این دومی، اگه آلبوم شروع بشه درست بکنم، این دومین آلبومی که از بچه های ایران هستن درست میکنم، چون آلبوم قبلی من از بچه های ایران بود که حالا بعدا راجبشون صحبت خواهیم کرد. بعد این آهنگو البته بگم سینگل نیست، ولی خب دوست دارم که تمام آهنگ ها یکی یکی هر سه ماه یه بار باید اکتیو باشی، باید ویدیوها رو بدی بیرون، چون دیگه هر چقدر ویدیو باشه به نظر من خب بیشتر تو دید مردم هستیم و بیشتر مردم دوست دارن که بیشتر کارهای زیادتری ببینن، تا اینکه خب به هر حال برنامه‌هایی که میریم کنسرت ها هست و اینا، اونا خب سوای ویدیو هستن، ولی ویدیوها رو باید مرتب به نظر من، قبلا میگفتیم خب سالی دو بار ویدیو بزنیم کافیه، ولی الان فکر میکنم هر سه ماه یه بار یه دونه ویدیو بیاد. چی عوض شده از سالهای پیش؟ همون دیگه، خیلی تغییر کرده همه چی، به اصطلاح نمیدونم، مردم دوست دارن یه چیزی رو ببینن بیشتر اونجوری، مثلا بیشتر از هنرمندشون یا نزدیک حس میکنن، یا میگن خب بالاخره یه خبری شد، مثلا یه ویدیوی دیگه، این چه قشنگه، دوباره میدونی. سو یعنی همیشه مردم با در تماس هستن و اکتیو هستن. بله. through your music videos. بسیار عالی. توی این کار عادتت میوزیک ویدیو رو که تماشا کردم، میوزیک ویدیو بسیار زیبایی بود، شعر بسیار زیبایی، آهنگ بسیار زیبایی، یعنی واقعا خیلی کار با احساسی و عاطفی بود. چطوری این آهنگ رو انتخاب کردی؟ این آهنگ رو که آهنگسازش آقای افشین شکری هستن، ایشون خودشون هم خواننده هستن و خیلی خوبم میخونن در داخل ایران. بله. اوکی. بعد آقای افشین خیلی خودشون البته زنگ زدن و راجع به این آهنگ صحبت کردن، گفتن که یه همچین آهنگیه، و معمولا خب آهنگایی هستن که پشت تلفن، همین که من خیلی زود چیز میگم خب یه تیکه بخونیم من ببینم چه جوریه، خوشم میاد تا اینکه حالا بفرستن طاقت نمیارم. بعد بلافاصله گفتم خیلی قشنگه و این آهنگو شروع کردن روش کار کردن، یا که شعرش هم مال آقای میلاد اتنا هست
دیگه تنظیمم آقای علی شریف زاده هستن و بسیار بسیار کار زیبایی شده و با تنظیم‌های مختلف، یعنی دو جور ریمیکس هم شده. واو، اینترستینگ. بعد ریمیکسش هم پخش خواهد شد بعدها. و کارگردان این ویدیو هم آقای التان عزیز هست، التان نوری. اوکی. که خیلی با سلیقه و کجا رفته بودی واسه این میوزیک ویدیو؟ یه چیزایی شنیدم. بله، اینو در ترکیه انجام شد. در ترکیه انجام شد و خیلی هم ما اینجوی کردیم، هم هم بسیار اصلا جای خیلی ترکیه واقعا جای قشنگی داره. البته من قبل از اینکه بیام خارج از کشور ترکیه رفته بودم، از طریق ترکیه اومدیم و بعد از همون جزیره که ما رفتیم به اسم بویوکادا که میگن اونجا ما دوباره فیلم برداری کردیم، اینم همونجا دوباره فیلم برداری شد. چه جالب، اینترستینگ. بعد خلاصه اصلا خیلی بچه ها واقعا زحمت کشیدن، تو حدود 4 روز پشت سرم، شب و روز، یعنی تا صبح. من اصلا همچین تجربه نکرده بودم چون وقت کم بود، مرتب کار میکردم، ویدیو ضبط میکردیم، مثلا بیدار میمون تا ساعت 7-8 صبح. واو. تازه میرفتیم میخوابیدیم. وای، اصلا من دیگه نمیتونستم، گفتم وای این خیلی، ولی حس نمی کردی، نمیدونم از آب و هوا بود یا از آشنایی مثلا بچه ها بود. خستگی رو حس نمی کردی به اون صورت؟ نه. چه جاده، خیلی آره، جای شما هم خیلی خالی بود. مرسی دوستان، به جای ما. Thank you so much. یکم هم بالاخره خب گشتیم و nice. هم ویدیو رو هم خیلی چیز شد و ادیتینگش رو خیلی نمیدونم، اگه اونایی که از لحاظ پروفشنال اگه دقت کرده باشن، اونایی که کارشون ادیتینگه، مثلا سرزرپای یه تیکه از آهنگی که خونده میشه ضربا رو قشنگ، نمیدونم، من خیلی خوشم اومده از این ویدیو. خیلی کار بسیار زیبا بود، کار حرفه‌ای انجام شده و خیلی قشنگه. سبک هلنه، چیزیه که هلن میخونه، چیزیه که از طریق به اصطلاح، من چون کار بیرون رو من تا حالا تجربه نکرده بودم که نمیدونستم، خب خیلی ها میگن از لحاظ ویدیو اینا من ندیده بودم، ولی خب تالنت زیاده، آهنگ و شعر، شاعر، آهنگساز اینا خیلی زیاده. یکم کمتر اگه بودی بهت عادت نمی کردم، کجا رفتی که من اینجا دارم پی تو می گردم، هنوز روزای بارونی منو به گریه می دازه، تو هر جایی که هستی باش دره این خونه روت بازه، تو هر جایی که هستی باش دره این خونه روت بازه، تو هر جایی دلم اونجاست بهت، بد جور وابستم یه جوری، منتظر میشم که تو باور کنی هستم، داره این حس دل شوره همه دنیامو میگیره، میترسم روزی برگردی که واسه عاشقی دیره. خب حالا به جز آهنگ عادت دیگه چه آهنگی رو با بچه های ایران کار کردی؟ من قبل از این ویدیو عادت یه ویدیو دیگه هم داشتم، تقریبا تابستون پارسال بود، من روز یه سال نشده، و به اسم چقدر عاشق شدن حتما دیدی شده. بله، کار بسیار زیبایی هست. بله. که آهنگ و تنظیم علی موثقی بود. ایشون هم خیلی زحمت کشیدن، یکی دو تا سه تا از آهنگاشون رو من بناست که اجرا کنم. کنم، البته خوندم تموم شده، بعد ویدیوها رو بکنم، فکر کنم یه 20 تا من آهنگ دارم. چه خوب، یه دفعه امسال هلن با دست پر دو تا سه تا سیدی یه دفعه بیاد. چه خوب، even better right. دیگه آره دیگه اکسترا اکتیو میمونی. اگزکت.
شعرش هم خانم مریم اسدی گفتن و این آهنگ هم خیلی داستان خیلی قشنگی داره که من چجوری اول از موزیکش و بعدش شعرش و بعد بنا بود که به اصطلاح ریتمش عوض بشه و یه تنظیم دیگه بشه، بعد دوباره دیدیم که نه همون که هست همونطور بهتر، آره همینجوری بره. و باز هم دوتا کار هست از علی موثقی که خوندم، اونا هم حتما میخوام ویدیو بشه، یعنی تقریبا یه بار همینجوری ویدیو بده بیرون دیگه میشه 10-15 تا ویدیو که فکر میکنم خیلی خوبه. بعد الان شما چجوری کار میکنی؟ با سبک سینگل کار میکنی یا میخوای آلبوم جمع آوری کنی؟ What is it that you do right now؟ همین از سینگل که نمیشه گفت، چون به نظر من خواننده ها مثل یه چی میگن کارنامه هنریشونه و خیلی من الان مثلا خواننده های قدیمی رو میبینم مثلا چقدر سیدی دادن اینا به بازار و باید باشه، سیدی نباشه خب نمیدونم، آهنگ میمونه ولی خب سیدی یه چیزیه که موندگاره، شناسنامه کاری و کارنامه کاری باریکل آره همون دیگه. میخوای الان داری آلبومتو جمع آوری میکنی؟ بله. اوکی دیگه دارم باز آقای بابک صحرایی رو هم حتما شنیدین اسمشون، بله. آقای بابک صحرایی هم سه تا یا حدود 4 تا فکر کنم 4-5 تا آهنگشون به من به اصطلاح تقدیم کردم و خیلی خیلی آهنگای کنسرتیه دیگه. اوکی آلرایت سو یعنی بعد استایل بله خیلی آهنگای سنگین و خیلی با معنی و شیکی است. بله فعلا این آهنگایی که انتخاب کردم و خوندم بیشتر حالت چیزه رومانتیک و برای کنسرت و این چیزا. چطوری آهنگاتو انتخاب میکنی؟ چی باعث میشه میگی که من از این آهنگ خوشم میاد میخوام اینو بخونم؟ آیا به شعرش گوش میکنی یا به ریتم آهنگ؟ تمام پکیجش. اوکی. با شعر، آهنگ، ریتم، به تنظیم، همه اینا خودش وقتی پکیج میشه. البته طول میکشه بگم، یا یه دونه آهنگی که چقدر طول میکشه واسه؟ یه سالی طول میکشه. یه سال واسه یه آهنگ. این آهنگا من از پارسال تا حالا به اصطلاح یعنی آره دیگه حدود 2 ساله که داره 2 سال میشه که اینا رو، ولی خب کارهای زیادی تو این 2 سال کارهای زیاد و چیز که مرتب استودیو بودم و خیلی اکتیو بودم اخیراً و دوست داشتم که کارهای همه بیاد و ببینن که مردم یعنی میدونن که چقدر استعدادهای جوانی در ایران هست و وقتی که باهاشون صحبت میکنی با بچه داخل ایران که باهاشون کار میکنی چه احساسی بهت دست میده؟ چی فکر میکنی در موردشون؟ شمایی که سالیان سال توی کار انترتینمنت هستین و کسی هستین که سواد موسیقی دارین و همه چیزو میفهمین، چه احساسی بهت دست میده وقتی که باهاشون صحبت میکنی؟ چی فکر میکنی؟ خب طبیعتا خب این حس احساس بیشتر که خب طرف مقابل این استعداد رو داره و به این خاطر باش همکاری میکنه خیلی ساده. اوکی. بعد مرحله دوم اینه که خب آهنگا و شعرها اینا رو بعدن که میاد به اصطلاح در مرحله دوم قرار میگیره که چه جوری انتخاب میکنی و چی دوست داری و چی میخوایم اینا دیگه یه چیزایی. حالا میخوام یه سوالی بپرسم ازت. شما با بچه های داخل ایران کار کردین، با کسانی که در خارج از کشور موسیقی درست میکنن، شعر مینویسن، ترانه سرا هستن کار کردین، کدومشو بیشتر دوست داری و چرا؟ آهنگا رو منظورتون؟ آره یعنی مثلا کجا بیشتر با چه کسانی دوست داری بیشتر کار کنی؟ کسانی که داخل ایران هستن که اصلا سبک آهنگشون it's totally different than کسایی که در اینجا ترانه سرا هستن، ستایل تنظیم همه چیزشون it's different، اصلا به همدیگه اونقدر ربطی نداره. نه من یه چیزی رو بگم، خب
کارای اینجا رو هم خیلی دوست دارم. کارای اینجا هم خوبه، منتها بعضی وقتا خب مثلا شما یه چیزی میخوای خیلی راحت‌تر میتونی با اون طرف تماس کمیکیت داشته باشی و بگی که مثلا من چی میخوام، چه جوری هست. البته اینجا هم همینطور، منتها یکم سخته. سخته اینجا، یکم سخت شده رابطه خواننده ها با شاعر ها و آهنگساز و اینا. Does it have more headache؟ اونجا؟ اینجا. 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 headache، خب headache همه جا هست. Okay. برای که کار، وقتی میخوای کار کنی روش، واقعا کار خوبی باشه. Yeah. باید کار کنی روش. چه از اونجا باشه چه اینجا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. کار سختیه واقعا، خیلی سخته به نظر من. باید مواظب باشی که چجوری چه کاری واقعا. مثلا بعضی وقتا یه کارهای خیلی خیلی ساده رو خیلی دوست دارم، بعد میام میخونم میبینم نه به صدات نمیخوره یا نه نمیتونم مثلا اون سب. آره ولی باید بخونی دیگه، باید بری استودیو بیای، همش در حال آزمایش کردنی. okay. این خوبه نه نه, نه. دنبال اون یکی. okay. چه سبک خوندن، چه سبکیه؟ What would you call it؟ سبک خوندن من پاپ میگن، حالا میگم راک pop, چون rock. و همیشه اون سیدی اول هم اگه گوش کرده باشی اقیانوس خالی یه سبکی بود که هلن که معرفی شد به صورت هلن اینترنشنال سینگر، یعنی که من همه سبکا رو دوست دارم و همه سبک بناست که بخونم و خوندم تا حالا، مثل راک، پاپ دیگه، بالاد. اگه میخواستی اگه قرار بود از توی سبکی که الان داری میخونی بیرون بیای بری توی یه سبک دیگه، چه سبکی رو انتخاب میکردی؟ من سبک راک. راک چرا؟ بلکه توش انرژی زیاده. انرژی دوست داری. اوکی، آرایت، اینترستینگ. هلن جان، توی این آهنگایی که الان در موردش صحبت کردیم، این آهنگای جدیدت قراره که به صورت آلبوم جمع‌آوری بشه، درسته؟ نه. اسم آلبومتو در نظر گرفتی یا نه هنوز؟ اسمو نه. نه. اوکی. میگم شاید دو تا سه تا آلبوم بشه، معلوم نیست. کدوم یکیشو به بازار بدی؟ اوکی. اونو نمیتونم الان، متاسفانه. حالا بذار چیز بشه، بعد دوباره یه ریویو دیگه هم میذارم. اسم آلبوم هم میذارم اینجا درست. هلن، از چند ساله که توی کار هنری فعالیت داریم؟ من به طور جدی اینجا شروع کردم دیگه. چند سال میشه؟ درست الان میشه 17 سال. 17 سال. اولین سیدی سال 97. آیا در داخل ایران که زندگی میکردی اون موقع هم خوندی؟ کار خوانندگی انجام دادی؟ کار خوانندگی نه، ولی خب به اصطلاح توی هنرستان موزیک بودم و اصلا رشته چیز بود، موزیک بود، اپرا و پیانو رو چیز کردم، تحصیل کردم. بعد از بعد از تحصیلاتم اومدیم بیرون که آلمان که اومدم، بعد اونجا هم که ادامه دادیم و بعدش به طور به اصطلاح رسمی و پروفشنال اینجا شروع کردم که سی دی. اوکی، هلنو چه کسی کشف کرد؟ هلنو؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نمیدونم، دارم از خودت میپرسم. چطوری شد که تصمیم گرفتی گفتی you know what, I like this industry, I went after it, I studied it for years, now I want to have my own album, الان میخوام بخونم. چطوری شد که این به ذهنت رسید؟ در آلمان البته به ما یه آقایی معرفی کردن، گفتن اگه شما میرین اونجا میتونین بعد برین سراغ آقای آندرانیک و آقای فرید زولان و آقای شهریار قمبری، آقای و تاپ نیمز. yeah. گفتن اونجا که میرین اگه برین پیش ایشون میتونین که به اصطلاح چون سبک شما مثلا با استایل اونا خیلی نزدیکه و شما میتونین که چون خیلی قدیمی هستن و پیشکسوتن و
دیگه من چون کسی رو نمیشناختم، یعنی غیر از اونا هم اینجا آشنا شدم. نبود اون موقع. اوکی. البته آقای آندرانیک و آقای فریز هولاند هم نمیشناختم، اینجا آشنا شدم. اوکی. یعنی خب تنها کسایی که اینجا بودن، البته این اخیراً به اصطلاح خواننده ها رو، خواننده های ما اینجا که با اینجایی ها که کار کردن، با آهنگسازا و شاعرهای اینجا کار کردن به اصطلاح در خارج از کشور، بعدن که فکر کردن که تازگی ها به اصطلاح ترس و این چیزا رو از خودشون دور کردن که با بچه های ایران کار بکنن، قبلا اینجوری نبود. اول میترسیدن، میگفتن شاید این آهنگش خوب نباشه، شاید لطمه بزنه به کاری که من انجام میخوام بدم. البته بازیدم مثلا جرأت اینم نداشتن که خب بالاخره اونا بفرستن و میگفتن اجازه کاری درسته اجازه کار و اصلا میشه همچین چیزی مثلا این همه به اصطلاح دوری و این همه فاصله مثلا اون سر دنیا تا این سر دنیا چجوری میشه اصلا همچین کاری کرد. خب تکنولوژی بهتر شده دیگه چی میگن اینترنت دیگه زیاد شده و به وسیله اینترنت خلاصه همه کارا رو همه جا میرسه. بسیار عالی. البته خب ناگفته نمونه، خب آهنگایی که اون سیدی اولمو که ارجاع کردم، سیدی دوم و سوم و بعد سه چهار تا، این پنجمین سیدی که آخرین سیدیم بود سه چهار سال پیش فصل من، خب تمام یعنی کارایی بوده که موندگاره و خواهد بود. چقدر سبزی چقدر ساده، چقدر مهتاب و میفهمی، چقدر من ناخوشم وقتی ندارم از چشات سهمی، چقدر آزاد و آرومی مثل دریای بی توفان، تو اون رویای خوبی که نداره نقطه پایان. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. چقدر عاشق شدم با تو، به من نزدیک و آسونه، کسی جز تو نمیتونه وجودم رو بلرزونه. من میدونم که کارهای شما یکی از یکی زیباتره و کاراتون موندگار خواهد بود. خیلی مهمه واسه یه هنرمند که توی کار میوزیک هست میخونه یه سواد موسیقی داشته باشه و خوشبختانه شما داره این سواد موسیقی هستیم و میدونم کاراتون هر سال و هر سال و هر بار که به بازار ارائه میدین یکی از یکی بهتر و زیباتر خواهد بود و خدا رو شکر. و میدونم که خیلی سخت کسی پیدا بشه که بتونه جای هلن رو بگیره تو این مارکت. خواهش میکنم. البته بگم چه خب مردم خیلی تاثیر داره، چون وقتی یه چیزی رو که به بازار میدی وقتی تایید مردم باشه توش دیگه خب بخوای نخوای موفقی دیگه. بله. سو بیسیکلی نقش بسیار بزرگ و مردم تصمیم میگیرن. نمیشه، ببین مثل زنجیر وصله دیگه، هنرمند به مردم وصله، وقتی مردم نباشن خب هنرمند تک تنها خب خالی، یا مثلا به هر حال موزیک نباشه مردم مثلا نباشن مثلا هنرمند بازم میدونی something missing، اینا مثل زنجیر به هم پیوسته. بسیار عالی. خب هلن جان هنوز خسته نشدی که؟ خسته نه میخوایم بریم به پیامه بازرگانی. حتما. دوستان عزیز بریم به پیامه بازرگانیمون توجه کنیم، جایی نرید، با ادامه برنامه با هلن عزیز و سوالات بیشتر برمیگردیم.
خب بله دوستان عزیز برگشتیم، امیدوارم که تا اینجا برنامه مورد پسندتون قرار گرفته، خسته نشدید، کانال عوض نکردید و هلن عزیز در کنار من هست و میدونم که هر کانالی هم نگاه کنید دوباره برمیگردید روی این کانال تایم تیوی. بسیار عالی. خب هلن جان شما اوکی الان؟ بریک کوچولو برداشتیم. We are good. کافیتون خیلی خوشمزه. خواهش میکنم. اوکی سو هلن جان، میدونم که آلبوم فصل من یکی از آخرین آلبومتون بود که آغاز کارهای جدیدتون با بچه های ایران هستش، درسته؟ در این آلبوم دیگه با چه کسایی کار کردین؟ این آلبوم با آقای علیرضا افکاری و شعرها از آقای روزبه بمانی بود که خیلی خیلی مورد پسند مردم و هنوزم واقعا آهنگایی بوده که خیلی توی هم کامرشال بوده هم قشنگ بود و کاری بوده که به اصطلاح از دل مردم میگفته و یه چیزی بوده که برای مردم اتفاق افتاده، میدونی چی میگم؟ بله. این مجموعه خیلی خوبی بود و خیلی مورد پسند مردم قرار گرفته بود و منم خیلی خیلی راضی و خوشحال بودم. اوکی بسیار عالی. خب حالا اینجا میخوام یکم سوالامو عوض کنم سبکشو. دیگه نمیخوام در مورد آلبومات صحبت کنم چون دیگه صحبت کردیم همه شد آلبوم. بینندگان از اون با کارات آشنا شدن، با کار جدیدت که هم قرار به بازار بدی یا ارائه دادی الان. میخوام بدونم هلن داره چه جور شخصیتیه؟ من الان زنگ میزدم به منیجرتون میگفتم، مثلا میگفت هلن چه جور آدمیه؟ چه جور خانومیه؟ بد اخلاق. اصلا یه چیزی که نیست بد اخلاقه. دیگه والا نمیدونم واقعا چجوری بگم، مثلا هر جوری که دوست داری توضیح بده، توصیف کن خودتو. من شخصیتا خیلی آدم صبوریم. صبوری؟ خیلی دیر عصبانی میشی؟ نه. خب پس چه جور صبوری هستی؟ نه صبور که یعنی نشون نمیدی. آها اوکی، تحمل یکم. آره تحمل زیاده. زیاده. خب ولی وقتی که تحمل چه طوفانی بشه اون موقع وای وای وای، سونامیه که میاد و میره. خب دیگه چی میخوای؟ انسان خرافاتی هستی به اسفند و چشم و بعضی وقت. آره آره به چشم باور داری؟ خودت چی؟ من دارم. خب آره همین خواستم بنام چی؟ بعده ها نه چی؟ خرافاتی نه اونقدرم بد نیست، بعضی وقتا خوبه، بستگی داره زیادش خیلی بده کمش نه تو ماچ دیگه. آره خب یه چیزایی که مثلا حالا یکی دو تا چیز از این خرافات ها توی ذهن آدم دیگه مونده. اینا یه ذره you believe into it. سخت پاک میشه. البته من زیاد چیز تکه نمی کنم به این چیزا بگم اینم هست. okay. دارم چیز میکنم به اصطلاح دوری میکنی ازش. زیاد چیز نمی کنم. همین ببین هم وقتی مغزت بگه که مثلا این کاغذ همش تلقینه. آره اوکی چیزی. آلرایت متولد چه ماهی هستی؟ من می. چی میشه به فارسی؟ اردیبهشت. اردیبهشت تورسم. تورسی. چی؟ چی؟ تو چی هستی؟ من لیبرام میشم ترازو. آه واو لیبرام میشه چی؟ فارسی چی میشه؟ مهر. خواهرم و مامانم هم مهرم. چند تا خواهر برادرین؟ ما برادر سه تا خواهریم یه برادر. اوکی بعد و دوران بچگی تو شیطون ترین بودی توی خانوادت یا کسی بودی که هممون یه جورایی هم شیطون بودیم هم ساکت بودیم یه جورایی؟ آره دیگه okay. چی میگم شیطونای از این شیطونکای ژیرمیژی. میتونی یه خاطره از دوران بچگیت بگی که هر وقت یادت میاد خرابکاری که کردی و هر وقت یادت میاد خندت میگیره از اون کاری که کردیم؟ بچه بیام من نه هیچ وقت از این کارو نکردم. خیلی بچه خوبی بودم. اصلا الان هرچی فکر میکنم اتفاقا بزرگ بود
شدم؟ آها بعدم خراب کاری بعد شد اوکی جا عوض شد اینترستینگ خراب کاری ها جوری شد اوکی پس یه خاطره بگو موقعی که مثلا توی این چند سال داری میخونی و یه اتفاق خیلی جالب توی این اندستری که برات افتاد خیلی خنده دار بود به یادش میفتی چیه؟ که کلی هم میخندی میگی بابا عجب دورانی بود اون روز یا عجب روزی بود اون روز خیلی نمیدونم یه چیز خیلی جالب بگو خنده دار باشه آره حالا میخوای عشقمون هم در بیاری تو نمیدونی خنده دار والا چیز خنده داری یادت نیست یادم نمیاد ولی مثلا همیشه مثلا موقع فیلم برداری ها چون میبینم همیشه موقع فیلم برداری اتفاقات خیلی جالب و آره، انتیکی آره، میفته آه اونجوری که خیلی آره یکیشو تعریف کن اگه یادته آره پشت صحنه ها رو بگیم الان هم حتی همیشه اتفاق میفته همیشه اتفاق میفته همچی چیزی مثلا داشتم راجع به همین فیلم برداری داشتیم میکردیم پام یه دفعه سر خورد بعدم گفتم حالا نمیشه این تیکر رو بذاری هم خندیدیم ولی یک پادرد گرفت ولی خب بعدش چی شد دیگه وقتی موقع کار وقتی داری کار میکنی اینجور اتفاقا خیلی میفته آره اتفاق که میفته ولی بعدش فوری فراموش میکنه برای اینکه چی برمیگردی رو کارت یادت میره بی سیریس دیگه خنده بی خنده ولی خب بعدش به هر حال خیلی فرمش. شخصیت سیریسی داری خیلی جدی من؟ آره اصلا؟ نه اتفاقا برعکس من حرف نمیزنم اگه حرف بزنم دیگه همه قرار میکنم بولم میشن از اتاق میرم بیرون اوکی آرایت رقصیدن رو بیشتر دوست داری یا میوزیک گوش کردن؟ کدوم؟ به به هر دو رقصیدن که خیلی مخصوصا سالسا سالسا دوست داری؟ دیگه عاشق سالسا البته بماند که فقط مثلا سالسا نه رقصای عربی رقصای چیز دیگه پروفشنال عربی و سالسا و دیگه چی داریم؟ رقص ارمنی و باریکالا آره فولکلور آره رقص زیادن کلا آره. دوست داری رقصیدن خیلی آره اوکی آرایت ولی خب به اصطلاح مثلا خب جایی که باشیم و اصطلاح مهمونی جایی که میریم اینا It's fun البته بگم دوست دارم پروفشنال هم کار کنم روش سو اگه کنسرتی چیزی اون موقعی که کنسرت داشته باشم خودم فقط اون شبی که فقط کنسرت منه باید این کارا رو هم بکنم اوکی سو یو نید تو دو بوت چون آهنگای خب به اصطلاح رومبا این چیزایی که خودم یه سری آهنگایی هست که You need to have dancers in there Dancers okay. آره خودم زن تمرین کنم اینا این رقصا رو دوش okay. داشته باشم It's gonna be fun مثل شو حالت شو اینا پروفشنال مثلا به رقصی تمرین کنی اینا خیلی خوبه اوکی okay. معمولی که خب معمولی همه میرقصن اوکی خونه اینجاست خونه من جایی که هستی تو با من خونه خونم بستای تو جای امن موندن من خونه اونجاست خونه من جایی که هستی تو با من خونه خونم بستای تو جای امن موندن من خونه اونجاست که صدات پر عطر نفسات جایی که رو در و دیوار همه جا نقشان چشاته خونه اونجاست که صدات پر عطر نفسات جایی که رو در و دیوار همه جا نقشان چشاته خونه عشق خونه عشق خونه عشق به همشته پر رمزه پر رازه همه ای سال و نیازه Thank you.
چشمات خوابت پر از عطر و تراوت با حقیقت خو گرفته با محبت کرده عادت خونه عشق خونه عشق خونه عشق بهشته پر رمزه پر رازه همه ایثار و نیازه برنامه های بسیار زیادی رو در راه داریم. توی این سال قراره کجا بری؟ چی کار رو انجام بدیم؟ As far as concert. کانسرت یه سری برنامه های داخل لس آنجلس هست. بعد ماه بعد تورلاک هستیم. این ماه دوباره چیز ونکوور هستیم. شب ونکوور هستم. بسیار عالی. بذارم یک دو سه چهار یه پنج شیش تا توی این دو ماه برنامه هست. اوکی. سو جاهای داخل و خارج از لس آنجلس. بسیار عالی. خب دوستان عزیز اگر میخواییم با هلن عزیز در تماس بشین حتما روی وبسایت فیسبوک www.facebook.com/helenthevoice برین و ایشون رو روی فیسبوک اد کنین یا become a fan of her page که بتونین باهاش در تماس بشین. خوبه؟ با شما چه؟ با من چجوری تماس بشید؟ با من تلفن بازم فیسبوک بازم فیسبوک همون فیسبوک دیدی؟ آره کلن اینطوریه آره فقط تو نیستی که منو شکستی تو نیستی که با هم نمونی تو این شب و روزای بی حیاهو فقط تو نیستی که منو سوزوندی من همیشه به هر کی دل سپردم ازش فقط یه خاطره برامون این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از هر چیش بترسون فقط تو نیستی که شبونه رفتی فقط تو نیستی که دروغ میگفتی نمیدونم شاید یه روز که دون نیست تو هم به حال و روز من میفتی این بار که سرنوشت من همینه من از تو هیچ گلایه ای ندارم حتما خودم مقصرم عزیزم یه عمری همیشه بیقرارم من همیشه به هر کی دل سپردم ازش فقط یه خاطره برامون این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از هر چی عشق ترسون فقط تو
نیستی که شبونه رفتی، فقط تو نیستی که دروغ میگفتی. نمیدونم شاید یه روز که دور نیست تو هم به حال روز من میفتی. من همیشه به هر کی دل سپردم، ازش فقط یه خاطره برام بود. این همه تنها شدن و شکستن منو دیگه از هر چی عشقی ترسون. فقط تو نیستی که شبونه رفتی، فقط تو نیستی که دروغ میگفتی. نمیدونم شاید یه روز که دور نیست تو هم به حال و روز من میفتی. خب هلن جا متاسفانه وقتمون داره به اتمام میرسه. اگر پیام برای بینندگان عزیز ما دارین لطفا بفرمایین، و اگر کسانی هستن که باشون کار کردین و در طول برنامه اسمشون رو نبردین الان میتونین در موردشون صحبت کنین که دیگه وقت خداحافظیمون فرا رسیده. بله لازم هست که از آقای سپیدارم نامی ببرین، چون سپیدار خودش هم خواننده است. میدونین حتما آلبومش رو گوش کردین و ایشون دوتا آهنگ به من به اصطلاح هدیه کردن و این دوتا آهنگ ها یکیش در تدارک ویدیوش هستیم و به زودی به بازار خواهد آمد. اوکی آرایت، بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم هلن جان که تشریف آوردی. It was great to have you at the show. منتظر کارهای جدیدتون هستیم و دفعه بعدم حتما تشریف بیارین تو این برنامه. اینجا خونه شما. شما که خیلی thank you. مرسی عزیزم. It was very nice to have you. مرسی. و I enjoyed my time. مرسی. همچنین. جا داری که از شما بینندگان عزیزم تشکر کنم برای تماشای کردن این برنامه. امیدوارم که برنامه امروز مورد پسندتون قرار گرفته. تا هفته دیگر با برنامه از 911 Entertainment TV Show. همتون رو به خدای همتون رو به خدای بزرگ و متعمیز بارم. خدا نگهدار. خدا حافظ.